دوستان عزیز، دوباره خوش آمدین در یک برنامه دیگه قصه. امروز زهرا ایدربیگ در برنامه میزبانشون هستیم. خوش آمدین خانم ایدربیگ. سلام علیکم خدمت شما و بیننده های عزیز شما، آقای مرتضی و حشمت عزیز از رسانه خوبی قصه. زنده و سلامت، تشکر. خو زحمت کشیدین امروز برنامه ما اومدین. چند مورد می‌خواستیم امروز صحبت کنیم، هرچند فعالیت‌های اجتماعی شما را و امور رقم شاید بعضی دوستایی که با شما آشنایی دارن میدونن که شما کاندید شورای مردمی شهر دندنونگ یا شهرک گریتر دندنونگ هستین در ملبورن استرالیا، ولی خیلی شنونده و بیننده ما از دور بر دنیا هست، واقعا خیلی شاید آشنایی را با شما نداشته باشن. اگه بخوایم قصه را از یک جای خیلی خودمانی تر شروع کنیم، چون هدف برنامه قصه هم بیشتر یک تیمی خودمانی و دوستانه داره، در مورد خود اگر کم بر ما بر شنونده از ما اطلاعات بتین، چقدر میشه استرالیا زندگی میکنن، یک سوال نسبتا شخصی تر تا بیننده و دوستا یکم بیشتر با شما آشنا شوند. درسته، بله. باز هم تشکر میکنیم از این که این پلتفرم خوبی را شما همچنان پیش مبرین و بیننده های خوبی داخل خود همین اطراف دندنونگ یا ساوت ایست آف ملبورن شما دارین. ما همیشه فیدبک های خوبی میشنویم. خودم هم شخصا یکی از بیننده های برنامه قصه هستم. واقعا انگیزه میارین برای همه مردم، مخصوصا جوان ها، نسل جوان، و یک پلتفرم خوبی برای ما شخصا شد که یکی از مهمان های شما باشیم. واقعا قابل افتخار و قابل تحسین است که شما هم برای ما شانس دادین. بله، از 2008 هست که ما در ویکتوریا استرالیا زندگی میکنیم. البته پدر جانم خدا بیامرز همراه کشتی آمده بود قبل ترش و کار ما و کیس ما و فامیل رو درست کردن که ما و همراه خواهرها و مادرم برادرم آمدیم استرالیا. 16 سال شد و نزدیک 13-14 سال ما اطراف ویکتوریا در شپرتون زندگی کردیم. دو تا فرزند دارم ما و یک پسر یک دختر. دیگه تقریبا 3-4 سالی هم شد طرف دندنونگ آمدیم دنبال خواهرها و برادرم. اینا کلشان آمدن طرف شهر دندنونگ، مرکز یعنی قلب افغانستان. قلب افغانستان در استرالیا. قلب افغانستان در استرالیا. درست. ماشاءالله وقتی که ما آمدیم در دندنونگ هیچ احساس نکردیم که ما یک جای شهر غریب آمدیم. خیلی خوشحال هستیم که ما یک ساکنان شهر دندنونگ هستیم. بک‌گراند تحصیلات شما کس اگر کمی بیشتر در بارش صحبت کنیم. بله. من البته خودم در ایران بزرگ شدیم، بیشتر همراه خواهرها و پدر مادرم که مهاجر شدیم. در کشور ایران هم ما یک مقدار دسترسی داشتیم به تحصیلات مثل مدرسه ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان، و بعد رفتم طرف پاکستان مهاجر شدیم، کویتا، علی آباد، هزاره تاون. بله. البته قلب افغانستان در پاکستان. قلب افغانستان در پاکستان مهاجر شدیم. خوشبختانه البته یک باکل استاپ در دندنونگ هم داریم و ما هم نزدیک باکل استاپ در هزاره تاون بودیم. خلاصه اونجا هم یک سری فرصت ها برای ما ایجاد شد، درس و انگلیسی و یک معلم انگلیسی بودیم اونجا هم. و بله، که طرف استرالیا که آمدیم انگلیسی مشکل نداشتیم الحمدلله. از همون شهر شپرتون اطراف ویکتوریا با درمی عرصه های اجتماعی فرهنگی فعالیت های خود را شروع کردیم. ما یک مقدار تحصیلات هم انجام دادیم، کمیونیتی سرویسیز، سوشال سرویسیز را درس هایش را خواندیم و از طریق لاتروب یونیورسیتی در شپرتون هست یک برنچی داریم و بله اونجا هم همی عرصه های اجتماعی و سیاسی و مدنی فعالیت داشتیم. بله، یعنی در قسمت اما اصل تحصیلات شما بیشتر در بخش کمیونیتی سرویسز یا فعالیت های اجتماعی ترجمهش میشه در واقع در فارسی در مو عرصه بوده. بسیار عالی. خیلی جالبه که در مورد دندنونگ و قلب افغانستان در استرالیا ملبورن صحبت کردیم. خیلی شنونده و بیننده از ما واقعا فراتر از مناطق دندنونگ و ملبورن و حتی استرالیا هستن، چون همی قدرت رسانه های اجتماعی یا در انگلیسی پاور آف سوشال میدیا واقعا خیلی زیاد گسترده هستن و متوجه میشیم ما که همزبان های از ما از دور بر دنیا، نه تنها قوم ها بلکه اونها که از افغانستان و خیلی فارس زبان های دیگه برنامه از ما را شما در مورد دندنونگ شنوینده های کمی بیشتر
آشنایی پیدا کنن. بله آفرین. همطور که ما گفتیم دندانانگ الحمدلله یا شهر اطراف دندانانگ مخصوصا سیتی آف کیسی یا کرنبورن هم میبینیم همشهریای ما شما زیاد است، نه تنها از فرهنگ افغانستان، فرهنگ های افغانستان، بلکه از دیگه فرهنگ ها و مردم ملت قومات اقوام کل کشورها زیاد است. یعنی جامعه چند فرهنگی که ما در جنوب شرق ملبورن میبینیم، سیتی آف کیسی و سیتی آف دندانانگ، ماشاءالله از همه شهرهای دیگه استرالیا جمعیت چند فرهنگی اینجا بیشتر است و همشهریای ما و شما هم از افغانستان که هستن اینجا بیشتر هستن و از همه نظر پیشرفتشان اینجا بیشتر بوده. به خاطر همین دلیل شد که ما و خواهر و برادر و فامیل کل ما هی طرف آمدیم. البته امکاناتش برتون هم خوب بود، بد نبود، ولیکن دوران لاکداون بود، یعنی یک مقدار سخت بود برای ما، قرنطینه شده بودیم، رفت آمد مشکل بود و نتیجه همی شد که بیایم طرف دندانانگ. و این طرف هم که آمدیم دمیز چند چهار سال الحمدلله گفتم اصلا احساس نکردیم ما که در یک شهر غریب هستیم یا در یک کشور غریب هستیم. حتی مردم اینجا خونگرم هستن، از همه فرهنگا هستن الحمدلله و همه با هم یک جورای ارتباطاتی خیلی نزدیکی با هم دارن و همین باعث شده که نام نشانی همین مردم ساوت ایست ملبورن مشهور شود کل استرالیا، نه تنها بلکه در جهان. بسیار عالی، بعد بیشتر کس همین گفتگو رو بریم در سر مطلب کاندیدای شما، کس برای کاندید شدن شما برای شورای مردمی دندانانگ، شما کس چی چیز چطور شد که خود کاندید امزی کردین، چی شما رو شوق برای امزی داده و چی خالیگاهی را کسته، چی کمبودیایی را کسته شما در منطقه وارد دندانانگ می جایی که شما کاندید کردین یرمن هسته نه؟ بله. چی کمبودیایی را شما در وارد یرمن کسته مینگرنین؟ می‌کنیم که برای هم زبان ها، هم شهری ها، فارسی زبان ها، هزاره ها این اطلاع رسانی رو بکنیم که یک مقدار شاید باعث انگیزه شود و اطلاع رسانی شود که گفته شما ما از کجا شروع کردیم، انگیزه چی بوده. خلاصه این که بله خوشحال هستیم که ما کاندید شورای شهر دندانانگ شدیم. البته این برای دومین بار هست که ما کاندید شورای شهر یا شورانوالی شدیم. این دفعه، دفعه قبلی در شپرتون ما 4 سال پیش کاندید شده بودم برای اولین بار، هم دوران لاکداون بود و اونجا هم اولین شروعی انگیزه ای که ما در سیاست پای بگذارم همی بود که شورای شهر یا شورانوالی در استرالیا همهش ختم نمیشه در بازی های سیاسی یا کلش درباره سیاست نیست. شورای شهر یا سیتی کانسیل بیشتر برای مردم است، برای دادخواهی های مردم، برای که ما بتونیم یک سری امکانات خوب برای زندگی رفاه مردم دادخواهی کنیم برای از حکومت پارلمانی یا حکومت های دولتی استرالیا. خب ما به خاطر همین انگیزه شد که کاندید شدم در سال 2020 در اطراف ویکتوریا، شهر شپرتون و همین شما اگر دیده باشین ما 11 تا کانسلر داریم، 11 نفر اعضای شورای شهر هستن. بخش یا 11 وارد مختلف و این 11 نفر یکشان استعفا دادن که بخش دندانانگ ویست، نوبل پارک و یارامین را در بر میگیره. برای همین 6 ماهی که اونا استعفا دادن اعضای شورای شهر ضرورت شده و ما هم بهترین شانس را دیدیم که در این منطقه خود را کاندید کردیم.
البته ما گفتم پلان ما برای 4 سال همون 4 سالش بود که 6 ماه دیگه پرم شد و بازم در به هر حال عجله کردیم یک مقدار و کمپاین خود را سریعتر پلان کردیم و پیش بردیم. تا الان را الحمدلله خوب پیش رفتیم. 6 هفته شده که ما کمپاین را خود را شروع کردیم و تا الان هم که نزدیک انتخابات هست که هفته بعد بسته میشن انتخابات از طریق پست و خوشحال هستیم که تونستیم یک مقدار عجله کرد. هرچی که عجله ای بودم تونستیم یک مقدار کمپاین خوب پیش ببریم. خب خانم هایدربگ، ما اطلاع دارم که همراه با شما 12 نفر دیگه هم کسی خود کاندیدای شورای شهر برای امضای بار یارمان کسی خود کاندید کردن. از بین از 12 نفر که شما 13 شموشین، شما چطور کسی خود واجب به شرایطی از این پوزیشنی شورای شهر میدونین؟ در حقیقت مردم چطور به چی دلیل به شما رای بیدن در مقایسه با 12 نفر دیگه؟ بله متضا، آقای متضا سوال خوبی کردین. باز هم سوال اصلی یعنی شما پرسیدین و بله ما همونطور که قبلا هم گفتیم برای شهروندان و از طریق لوکال نیوز پیپر ما اطلاع رسانی کردیم، از طریق روزنامه‌های محلی الحمدلله همیشه هم در پیج اول بوده آرتیکل‌های ما و بستگی در پروفایل داره، بستگی در پروفایل کاندیدها داره و حالا بعضی ها هستن که شهروندان مخصوصا که جریمه نشود جرمانه برشان نیایه، حالا یک سرسری همونطور یک رأی میدن مورن خلاص. ما ولی که دمی 6 هفته کمپاین خود شروع کردیم، حتی شده دروازه به دروازه رفتیم، ما بین شاپینگ سنترها رفتیم استاد شدیم، یعنی داخل کمیونیتی ما بین شهر کوچه ها رفتیم استاد شدیم اطلاع رسانی کنیم که برای ما رأی بدن. چرا پروفایلی که ما داریم یا تجربیاتی که ما خودم شخصا دارم همیشه از را خیلی با کانفیدنت یا اعتماد به نفس بالا میگم که میتونم یک دادخواه خوب یا یک فعال سیاسی اجتماعی خوب در سیتی کانسل دندانانگ برای شهروندان باشیم و پروژکت هایی که ما قبلا پیش بردیم یعنی استثناءن پروفایل ما را بالا مباره. رابطه خوبی که ما همراه سیتی کانسل داریم از طریق کاری بوده، از طریق یعنی پروژکت هایی که ما پیش بردیم بوده، میتینگ ها جلس هایی که ما همیشه در هر ماه در سیتی کانسل مورم شرکت میکنم، دادخواهی میکنم، سوال میپرسم، سوال خود جواب خود میگیرم و پروژکت هایی که ما درخواست دادیم اپروف شده، قبول شده از طرف سیتی کانسل، ارائه شده برای مردم ما، همینا نتیجه شمی است که خوبی در سیتی کانسل در نانگ با عنوان یک از شورای اعضای شورای شهر باشیم. در رابطه با پروژه‌ای که شما سهیم بودن درش و که برخصوص پروژه‌ای که از طرف کانسل شما به راه اکدر بزرف پروف شده دزو میرسیم، پیش از او در رابطه با کسایی که کاندید کرده و مقایسه شما با کاندیدای دیگه، قبلا ما کسا خانم رحیمه رضایی را هم کسا گرفتیم، اینجا کسا باشان صحبت بسیار خوب داشتیم. اونا هم از طرف کمیونیتی افغانی ها و از آره کسا گرفتن خود کاندید کردن. باز دوباره پروژه هایشم کسا گب میزنیم، اما برمیگردیم با اون مطلبی که قبلا کسا گفتیم که یک از دلیل هایی را که یک از خالیگی هایی را که شما میبینین دیزی کانسیلی دندنانگ میسته که از طرف کاندیدای زن نیست. خوشبختانه خوشبخت هستیم و واقعا قابل یعنی تحسین است اراده و همت خانم رحیمه رضایی که گفته ایرانیا فارسی زبان ها آستین بالا زدن و خود را برای کاندید شورای شهر ثبت کردن. ما از همین جی برایش واقعا آفرین میگم. دومی که به عنوان یک از مشوقان یا یک از مشاورین خوبی خانم رحیمه، ما چندین بار همراه ایشان و همراه دیگه خانمای فعالی که در جامعه ما و شما هست گفتم برایشان که حتما شورای شهر کاندید شوین. چرا؟ دلیلشم گفتم به خاطر همین که خانمایی ما نیاز داریم که در حکومت محلی، حکومت فدرال، حکومت پارلمان سیت داشته باشن، دادخواه باشن، دادخواه مردم باشن. و سومی که فرصتش هست، وقتی فرصتش هست، وقتی امکاناتش هست، ما و شما چرا استفاده نکنیم؟ و ولیکن
ما فکر میکردم خانم رحیمه همین انتخابات 4 سال برگزار میشه، ده او مثلا 6 ماه بعد امکانش هست که کاندید شوند. اگر دیده باشین ما اولین کاندیدایی بودم از همین 13 نفر که من اعلان کردم که من کاندید هستم قبل از اینکه ثبت نام شروع شود، حتی یعنی دو هفته قبل از ثبت نام شروع شود من اعلان کردم که من کاندید شورای شهر هستم یا میشم. یعنی کمپاین خود را من 2-3 هفته قبلی که نومینیشن باز شد من شروع کردم. بعدی که نومینیشن باز شد، ثبت نام باز شد، لیست کاندیدا در آمد، نام خانم رحیمه رو ما در لیست کاندیدا دیدم. بله. یعنی 2-3 هفته از کمپاین من گذشته بود که من لیست کاندیدا رو دیدم و نام خانم رحیمه هم داخل کاندیدا بود. خلاصه هم خوشحال شدیم و هم یک مقدار گفتن شما که دوچار این فکر ما کردم که مردمی ما و شما دوچار تردید میشن. خدای نکرده فکر میدن که ما رقابت منفی شروع کردیم. نه. در هر وارد ما همه همشهریار گفتم که ببخشن در دندانانگ ما 11 تا وارد داریم، 11 منطقه بخش داریم. چرا 11 نفر از افغانستانی ها استاد نشویم؟ ما این همیشه یک پروژه یک نظریه بوده که ما همیشه همشهریای خود را فارسی زبان ها رو مخصوصا گفتم. 11 وارد هست، 11 نفر کاندید شویم. 11 وارد، 10 وارد در سیتی کیسی هست، 15 نفر اونجا کاندید شویم. برای مثال در هر وارد یک نفر افغانستانی یا فارسی زبان که باشه، احتمال برد ما مردم بیشتر است. ولی به خاطر که اینجا فقط یک وارد واز هست برای فعلا تا انتخابات اصلی 6 ماه مانده. بله. چون که یک وارد واز شده یا یک منطقه واز شده، کانسلر یا همه اعضای شورای شهرش استعفا داده، ما دیگه این آپشن یا این اختیار رو نداشتم که وارد یا منطقه خود را چنج کنم. بله. چون نمیتونستم هم چینج کنم به خاطر که دیگه جای فعلا باز نیست دیگه منطقه، و به خاطر همین اگر واردای دیگه باز می بود من این وارد را یا یارمن وارد را حتما برای خانم رحیمه میگذاشتم و چینج میکردم وارد خود را، میرفتم در یک وارد دیگه. بله. حالا هم که خانم رحیمه هست مشکل نیست، ما همچنان حامیش هستم. درسته حالا روی صحنه هم حامیش نیستم ولی پشت صحنه همیشه حامیشان هستم، دعایگوشان هستم که یک تجربه خوبی کسب کنن. اگر برنده شد که الحمدلله، اگر برنده نشد این دفعه سیت یا رای کافی نگرفت خیر است، یک تجربه برایشان میشه که دفعه بعدی انشالله کامپاین باز شروع کنن، کامپاین بهتر با تجربیات بیشتر. همین چیز برای خودم شد. ما دفعه اول 4 سال پیش تجربه نداشتم، برای تجربهش من کاندید شدم، گفتم بیا تجربه بگیرم. بله بله. و مردم ما و شما گفتم یا شهروندان چند فرهنگی باید ببینن کار کردی ما و کار کرد کاندیدای دیگر رو ببینن چقدر یعنی حرفه کاری داریم، حرفه دادخواهی داریم، حرفه فعالیت های اجتماعی سیاسی ما داریم. مردم باید ببینن و رأی بدن. یک رأی به زبان خود انگلیسی میگن که دونکی ووت نباید کسی بده، یعنی یه همطور ووت سرسرکی کسی نباید رأی بده. بله. درست است. شماره 1-13 باید شماره بندی شود، شماره گذاشته شود در روی ورقه رای دهی، ولی هیچ از خیلی مهم است که ما و شما بشناسیم کاندید ما کی هست و با کی ما داریم رای اول خود را میدیم. بله. بعد با رابطه با کمپاین استراتژی شما و هر کاندید که هست امزی پرفرنس امو لیفلیتی پرفرنس خورا کسی که برای مردم رای امنده در دوران کمپاین خوب مگه که مرا پرفرنس اول خوب بدین بعد فلانی رکست پرفرنس دوم سیوم اونا، برخصوص خانم رحیم رضایی اونا کدام پرفرنس است برای کمپاین شما؟ بله، یک قوانین یا یک فرهنگ یا استرکچری خاص خود را داره وقتی که شما اعضای حزبی کارگر هستین. بله. عنوان یک کارگر یک کاندید. بله. ما هم درست است که از طریق حزب کارگر اندورس نشده، یعنی مخصوص اونا ما را سپانسر نکردن برای کاندیدسی، ولیکن حزب کارگر من ممبرشیپ دارم، به خاطر همین باید که پرفرنس یا رای دوم خود را ما برای دیگه کاندیدایی بدم که از حزب کارگر هستن. بله. و همینطور که در روزنامه محلی ما و شما آمده 5 کاندید از حزب کارگر ما هستیم. نه. 5 کاندید هستیم از حزب کارگر که اینجا عکسایشان هست. بله. ما به خاطر همین باید رای دوم، سوم، چهارم خود را برای کاندیدایی که از حزب کارگر هستن برای اونا بدم. رای ششم مرم برای خانم رحیمه. بله بله. فکر میکنین خانم ایدربیگ اگر که شما
وقتی میگم شما، منظور ما خودتون و خانم رضایی، رحم رضایی اردیتون با هم، فضا یک مساعد میشد که بیشتر مشوره میکنین با هم یا میشستین و استراتژایز میکنین و به اصطلاح استراتژی همی کمپاین و پلان و اینای هم دیگره. به امکان داشت که مثلا یک شما در انتخابات شرکت کنین، یک دیگه تون در انتخابات بعدی شرکت کنین؟ این احساس میکنین گینجا یک میسکمیونیکیشن اتفاق افتاده یا دلیلی که هر دوی شما با هم، با وجودی که خیلی زیاد توضیح دادین، اما احساس میکنین به قسمتش تا الان جواب داده نشده؟ نه درست است، مشکل نیست. احمد عزیز تشکر سوالتان. بله، من همینطور که پیشتر گفتم، مشاور یک ما همیشه کوشش کردم برای خانمایی که فعالتر هستن همین مشاوره رایگان، مشاوره مجانی دادم، من میدم همیشه برای خانما تشویق کردم که استاد چنین برای کاندید. نه تنها خانم رحیمه، بلکه بیشتر خانما، حتی دخترای جوان ما و شما، یوت یا نوجوان یا جوانان فعال ما و شما، در یک وارد هیچ وقت استاد نشویم. بله. و اینجا چون که گفتم یک دن وارد باز است، یک از شورای شهر استفاده داد، مجبورتاً در یک وارد استاد شدیم. ما اگر گفتم آپشن رو می داشتم یا اختیار رو می داشتم دیگه، منطقه اگر باز می بود، من رفتم جای دیگه استاد شدم. و ما بین همین دو سه ماه اخیر ما هیچ ارتباطی همراه خانم رحیمه نداشتم و نمیدونستم ایشون قراره که بره کاندید شوه. بله. دو سه هفته قبلی که لیست کاندیدا در بیایه، ثبت نام شروع شوه، ما کمپاین خود را شروع کردم. ما دفعه قبلی باورش میشن 6 ماه قبل ما شروع کرده بودم. 6 ماه قبل از کاندیدی ثبت شوه ما شروع کرده بودم کمپاین خود را. و بله، وقتی لیست کاندیدا در اومد، من دیدم نام خانم رحیمه در لیست کاندیدها هست، که اون زمان دیر شده بود. ایشان وقت رفته بود ثبت نام کرده بود، منم ثبت نام، من که کلا شروع کرده بودم کمپاین خود را. و به خاطر که یک وارد باز است، مشکل نیست به نظرم. اگر احیانا واردای دیگه باز می بود یا منطقه های دیگه، کل سرتاسر ویکتوریا شورای شهر اگر باز می بود، ما می تونستیم یک ما بریم چینج کنیم کامیونیکیشن گفته شما، یا همو مکالمه یا همو پلان را ما می تونستیم همو وقت اجرا کنیم. ولی متاسفانه هیچ راهی هم نداشتیم، ما حتی اگرم صحبت هم می داشتیم دیگه آپشنی نبود. ولی که ما باز همراهشون در تماس شدم، صحبت کردم، گفتم ما که مثلا از حزب کارگر این تا کاندید دیگه از حزب کارگر، من اونا رو اول باید رای پرفرنس خود را یا رای دوم سوم چهارم خود را به اونا میدم، پنجم رای ششم رو برای شما میدم. برایشون گفتم شما رای دوم خود برای ما بدین. خب چون که اونا مستقل استاد شدن و از طریق حزب کارگر یا کدام حزب استاد نشدن، و گفتم باشه ما فکر میکنیم درباره ش فکر میکنیم و جواب میدیم دیگه. تا الان معلوم نشد که اونا چیکار کردن. خب سر خب نه، خیلی خوب است که داخل یک توضیحات داده شده ماری، چون شنونده و دوستایی که امی سوال ذهن از اونا بر حال آمده دیگه معلوم دار است که چطور مثلا دو تا همشهری و هم وطن دار در یک وارد استاد شده. خیلی خوب شد که امی سوال یک روشنایی شما منداختین. یک برحال... نکته دیگه من اشاره کنم حشمت عزیز، خوشبختانه اینجاست که همه 11 تا کاندیدای دیگه که استاد شدن، باور شما میشه بیشتریایشون رای دومشون را برای ما دادن، یا پرفرنس رای دومشون رو برای ما دادن. حالا از کجا ما رو میشناختن، چطور ما رو میشناختن، یا از چه نظر فکر کردن که ما رو میتونن در این طریق سپورت کنن و رای دوم خود رو دادن، جای خوشبختی است. ما رای دوم اونا رو گرفتیم. بیشتر کارت ها و پرفرنس های اونا رو که ببینین، شماره دو رای خود رو برای ما دادن. چه حزب گرین بوده، حزب سبز، چه حزب مثلا لیبرال بوده، چه حزب کارگر بوده، یعنی ایده ای جای دیدم شکی واقعا مردم ما یا کاندیدایی که در سیتی کانسل هستم میخواهند که از دیگه فرهنگا، از جامعه چند فرهنگی یک مقدار پذیرش شوه، یک مقدار سپورت شوه، حمایت شوه تا در سیتی کانسل را پیدا کنن. درست، بسیار خوب. یک سوال که در ذهن ما پیشتر گفتین شما در شهر شپرتون هم قبلا خود کاندید کرده بودین، نتیجه او انتخابات مثلا بالاخره برنده نشدین شما در اونجا، دلیلش چی بوده و چی درسایی را گرفتین که احساس میکنین در این کمپاین و در این انتخابات شما کمک میکنه؟ بله، تشکر حشمت عزیز، سوال خوبی تان. دفعه اول بود که من کمپاین سیتی کانسل را رن کردم یا پیش بردم. برای اولین بار تجربه شد
و الحمدلله حامی زیاد داشتیم در شپرتون هم. حمایت از جوانان بود، حمایت از جامعه چند فرهنگی بود، حمایت از همکاران سابق ما بود، یکی به اسم آقای لیو که منیجر بود برای کمپاین ما. و یعنی کمپاین را هرچی قوی تر پیش ببری هموقدر رای میگیرین. ما تجربه را کسب کردم، حتی هم که دوران لاکداون بود، دوران قرنطینه بود، استیج یک و دو بود، حتی ما اجازه نبود بیرون بریم، اجازه نبود که ما لتر باکس ببریم دراپ کنیم داخل لتر باکس ها، پست باکس های مردم اعلامیه بذاریم، هیچ اجازه نداشتیم. ولی بازم از طریق روزنامه، از طریق گزارشات تلویزیونی، از طریق اخبار، اخبار تلویزیونی مخصوصا خیلی حمایت کردن، ما اطلاع رسانی کردیم و چیزی کم 900 رای آوردیم. 900 رای آوردیم و تقریبا 120 رای کم آمد و برای اولین بار خوب بود. و همو 800-900 رای هم که ما گرفتیم کلن از مردم استرالیا بود، از مردم های بومی استرالیا. خیلی کمیونیتیشن کلان است در شپرتون. ما پروژکت هایی که همراه مردم های بومی استرالیایی داشتیم، برای اونا یک جورای آشنا شده بود همراه ما. رای اول خورما رو داده بودن. کمیونیتی فرهنگ های مختلفی داشتیم که پروژکت هایی که ما پیش برده بودیم آشنایی داشتن، رای اول داده بودن. از جمعیت افغانستانی کم است در شپرتون، مخصوصا کسایی که سیتیزن است یا صاحب خانه است، پرمننت ویزا یا ویزای دائمی صاحب خانه هم کم هستن. هستن ولی نه 900 تا رای. یعنی ما دیدیم، سنجیدیم، 900 رای از مردم جامعه چند فرهنگی استرالیایی شپرتون خیلی خوب بود. واقعا باعث افتخار بود که یک خانم مسلمان را پذیرش دارن، میپذیرن که در سیتی کانسل راه پیدا کنه. و همین نگرش یا همین پوزیتیویتی، اینکلوسیویتی که اونا داشتن برای خانمای مسلمان مخصوصا، برای ما خودش قابل قدر بود. و همین هم انگیزه شد که انگیزه دوباره شد که ما باز کمپاین شروع کردیم. بسیار خوب. چقدر رای باید ببرین برای اینکه برنده شوین در انتخابات پیشروی؟ بستگی درصدی داره. گفتم ما انتخابات قبلی برای همین منطقه یارامین، بخش دندانانگ، 6 کاندید بیشتر نبود، 6-7 کاندید. و خانم ایدین که کانسلر شده بودن 1900 تا رای آورده بود، فکر کنم 1400 تا 500 تا رای آورده بودن و انتخاب شدن. ولی که این دفعه خود 13 تا کاندید هست، کاندید زیاد است، احتمالاً رای پخش میشه. رای پخش میشه احتمالاً همون دورباری 1000-1500 تا رای بیاریم. خوبه. و کسایی که سیتیزن هستن یا شهروند استرالیا هستن و اونایی که ویزای دائمی دارن و صاحب خانه هستن دمو وارد، فقط همونا میتونن رای بدن، درسته؟ بله آفرین. دمی 6-7 که ما کامپاین رو شروع کردیم، خیلی سوالا میای از شهروندانی که طرفی سیتی اف کی سی هستن، طرفی خود دندانانگ، دیگه جای واردای دیگه زندگی میکنن، برای ما سوال دارن از ما که رای بدن یا نه. ما اونا رو گفتیم که نه، فقط همین بخش یارمن نوبل پارک یارمن، اونا باید که رای از طریق پست هست انجام میشه. و همین وقتا رای از طریق پست ارسال شده، هر کس باید که رای خود را پست پست بندازن. و گفتین شما بله، کسایی که سیتیزن هستن حتمیه، و کسایی هم که سیتیزن نیستن ولی صاحب خانه یا صاحب بیزنس یا دکان، پراپرتی، هرچی دارن به نامشون، اونا هم باید رای بدن. یگان وقتایی هست که اونا از آدرسایشون چنج شده یا از طریق پست رای برایشون نرسیده هنوز، اونا باید برن به آفیسی الیکشن آفیس یا آفیسی که برای رای دهی هست، دمی ترافیک لایت پیش سیتی کانسل دندانانگ هست، اونجا حضوری داخل خود آفیس رای بدن قبل از 8 مارچ 2024 تا جریمه نشان خدای نکرده. بسیار عالی. خب فراتر از انتخابات و انتخابات شورای شهر، چون که شما فعالیت اجتماعی در بین کمیونیتی بسیار زیاد داشتین، درباره امری کمیونیتی ها کسی گپ بزنیم. شما کمیونیتی مردمی هزاره را کسته در ملبورن، در دندانانگ چگونه میبینین؟ مثلا آیندهش را کسته به کدام از کدام ناحیه فکر میکنین که ما خیلی خوب پیش میریم و همین طریق باید ادامه بیم؟ خب مرتضی عزیز، تشکر باز از سوال خوبتان. یک گفته ما بیشتر در ایران زندگی کردیم، یک مثال ایرانی است که دست رو دل ما گذاشتی. دست رو دل ما گذاشتی یعنی که از یک جورایی درد دل کنیم همراه شما، یعنی دردای دل خود را بگیم. اولا که ما از جامعه هزارای افغانستانی های جنوب شرقی ملبورن راضی هستیم، تا جایی را خوب بودن، بد نبودن.
دوم گلایه ای که ما داریم از مردم جامعه چند فرهنگی افغانستانی ها، مخصوصا افغانستانی ها جامعه چند فرهنگی دارن، بخش هزاره هست، تاجیک هست، ازبک هست، همه رقم اقوام و فرهنگ های مختلف که ما از افغانستانی هایی داریم، توقع داشتیم که خانومی که کاندید میشه یا شهروندی که کاندید میشه از افغانستانی ها باید حمایت شود. وظیفه انسانی ما و شما هست که یک خانم یا یک حتی مرد افغانستانی باشه حمایت شود. متاسفانه ما هیچ حمایت ندیدیم از شهروندان افغانستانی جنوب شرق ملبورن. دیدم تک و توک بودن، اونقدر که ما انتظار داشتیم به عنوان یکی از شهروندان افغانستانی که خیلی هستن خود فعال میگن، خیلی از مردم ما و شما هستن که خود را فعال بانوان میگن، فعال جوانان میگن، فعال سیاسی اجتماعی میگن، فعالی که یک درد از مردم دوا کنند. هیچ حمایت ندیدیم متاسفانه، ولی خدا بزرگ است، الحمدلله ما کمپاین حضوری نتانستیم بریم همراهشان کمک کنیم. میتونیم یک تلفنی یا یک تماسی 5 دقیقه مثلا یا یک آنلاینی یک حمایتی داشته باشیم. کمپاین آنلاینی هم خیلی مهم است که سعی پیش برو. برای مثال یک مشکلی از یک نفر ما میبینیم یا یک فعالیتی از یک اعضای جامعه افغانستانی ما میبینیم، به عنوان یک از فعالین خود را باید در صحنه برسانیم، خود را باید کنار همون نفر برسانیم و حامیش باشیم از هر طریقی که امکانش هست. خب فهمیدم که مثلا اونقدر شاید همبستگی و حمایت که است از طرفی کمیونیتی افغانستانی و هزارا که است برای شما شاید نرسیده، اما گذشته از کمپاین انتخابات کمیونیتی مردم هزارا را در ملبورن و افغانی ها را در ملبورن که است شما چی رقم میگرنین؟ کدام جاهایش هست که قابل نگرانی وجود داره، قابل نگرانی است و کدام جاهایش را که فکر میکنید خیلی خوب پیش میره فراتر از موضوع انتخابات؟ درسته آقای مرتضی، ببخشید دیگه ما کلا همه را مربوط میدیم به کمپاین. ما که کاندید هستیم دیگه چیکار کنیم؟ درست است. در کل جامعه افغانستانی ها رو ما داره میبینیم خوب، الحمدلله خوب پیش میرن. بعضی ها مثلا از طریق ارگانیزیشن هایی که کار میکنن، پروژکت هایی که دارن در دسترسشان هسته، کوشش میکنن که همه را برای جامعه افغانستانی ها فامیلیا بیشتر ارائه داده شوه یا کاور شوه. از یک نظر او خوب است. و فعالین جوانان را ما میبینیم ماشاءالله که یک مقدار جوانای ما هم فعالیت دارن، بازم یا داوطلبانه فعالیت میکنن یا مثلا از طریق یگان ارگانیزیشن که کار میکنن همینطور پروژکت و پروگرام ها رو کوشش میکنن که برای جامعه افغانستانی هم کاور شود. این بسیار خوب است. ولی مشکل اینجاست که ما هنوز یک سری فرهنگ های غلطی رو داریم که پیش مباریم. همون فرهنگی که در افغانستان داشتیم هنوز هم همینجا پیش مباریم. فرهنگ های غلط. مثلا اگه بخواین نام ببرین از فرهنگ ها. مثلا یک مقدار اگر بحثی مثلا دادخواهی باشه، من اگر سیتی کانسل راه پیدا کنم انشاءالله یک از دادخواهی ها همی است که یک سری پروگرام های خوبتر، پروژکت های خوبتر ارائه داده شود که اطلاع رسانی بیشتری شود درباره قوانین خانواده، حقوق خانوادگی، درباره چطور والدین چطور بهتر بتونه همراه اولادای جوان خود ارتباط برقرار کنه، چطور اولادای جوان خود را مصروف بسازه برای فعالیت های خوبتر. هم رواجایی فکر میکنین رواجایی که بین خانواده ها هسته انتقال یافته از افغانستان و پاکستان و ایران جنبه منفی با خود آورده؟ بله، جنبه منفیش میتونه همی باشه که خشونت خانوادگی زیاد شده. متاسفانه درک و فهم جوانا با والدین خیلی یک دنیا آسمان تا زمین فرق داره و بعضی جوانا رو ما میبینیم حتی ارتباط درست با والدین خود ندارن و نمیبینم پدر خود را. مثلا پدرشون صبح مره شو مره کار، صبح زود شو خانه میایه، هیچ ارتباطی ما بین پدر پسر یا پدر دختر نیست و مادرم خب بالاخره مصروف کاروبار هست و در خانه. و یک مقدار فعالیت های خوبتر ارائه داده شوه که
والدین هم بتونن همراه اولادای خود در اون پروگرام‌ها و پروژکت‌ها شرکت کنند و اطلاعات فامیلی یا اطلاعات خانوادگی یا پرورش فرزندان از راه روش استرالیا یک مقدار بیشتر اطلاع رسانی شود تا ما بتونیم کمتر خشونت خانوادگی ببینیم ما بین فامیلیا و درسته یک سری پروژکت‌ها و پروگرام‌های هست در رابطه ارائه میشن از طریق بعضی ارگان‌های دولتی در خود شهر دندانانگ و سیتی آف کیسی ولی کم است خدایش ما ببینیم کم است یک مقدار فوکس یا توجه بیشتری در این باره لازم است بسیار عالی تشکر خیلی زیاد خانم زهرا ایدربک بس میتونه خیلی طولانی باشه مطمئن هستم حرفا بر گفتن زیاد مونده به هر حال چون در فضا انتخابات و حال و هوش انتخابات هستیم فعلا همینجا بحث خلاص میکنیم اگر شما موافق باشین با پیام آخری که اگر داشته باشین چه در زبان فارسی اگر خواستین اول بعد در زبان انگلیسی با توجه به اینکه بالاخره رای دهنده اکثرشون انگلیسی زبان است بعد همونجا خلاص میکنیم بحث. بله باز هم تشکر از این فرصت خوبی که برای ما دادین فرصت طلایی پلتفرم خیلی خوبی دارین شما پلتفرم پادکست قصه یکی از این یکی از پلتفرم‌های خیلی عالی هست در جنوب شرق ملبورن نه تنها بلکه در کل استرالیا و بیرون از استرالیا بیننده دارین شما و بله ما از همینجا از طریق همین پلتفرم شما یک پیامی مثبتی را میرسانم برای بیننده های عزیز که همیشه عرصه‌ای که میبینن استعدادش را دارن انگیزش را دارن و شوق علاقه‌ش را دارن حتما فعالیت داشته باشن یک مثالی هست که از سو حرکت از خدا برکت